مهرامیسترین درودهای من تقدیم تو هموطن بسیار نازنینی که نظارگر این برنامه هستید. سعید سکویی هستم که در این روز شنبه چهارم ماه سپتامبر سال 2010 میلادی افتخار حضور در منازل شما رو دارم از طریق آنتن جهانی تلویزیون آریا مهر که از شهر لس آنجلس کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده آمریکا به خانه های شما میایم و سرتاسر دنیا رو توسط سایت abctv1.com لایو استریم قوی با ظرفیت بیش از 50,000 نفر در آن واحد شما هموطنان عزیز رو با برنامه های خودمون همدم و همساز و هم پیمان میکنیم. این برنامه هم اکنون از طریق رادیو هیوستون جناب آقای توکلی و چندی سایت دیگه داره همزمان پخش میشه. امید آرزوم جز این نیست که ما میتوانستیم قبل از روز قدس سابق روی تلستار 12 باشیم تا همون افتخار آفرینی که سال گذشته توانست تلویزیون آریا مهر در بیرون آوردن 2-3 میلیون مردم ایفا کنه میتوانستیم دوباره نه یک نقش اساسی بازی کنیم، اما بر اثر کمی بودجه و نداشتن امکانات مالی از روی تلستار 12 قطع شدیم و از اروپا و ایران کمی دور افتادیم، که البته بسیاری از هموطنان ما در اروپا و درون مرزهای ایران از طریق سایت اینترنتی لایو استریم abctv1.com و از طریق سایت‌های دیگه ما رو میبینند، اما نه با اون حجمی که تلستار 12 همه رو به خودش مشغول کرده بود. هموطنان بسیار نازنینم، تلویزیون های سیاسی که از امکانات مالی فراوان و امدادهای غیبی برخوردارند، شما متوجه شدید که مثلا هر اتفاقی که قراره در ایران بیفته، حالا چه مراسم دولتی باشه مثل روز قدس سابق، مسائل دیگری باشه، اینها 10 روز قبل از اجرای این مراسم به جهت که پول آنتن این تلویزیون ها رو تامین میکنن، این تلویزیون ها رو قطع میکنن و 1 روز بلافاصله بعد از اینکه خیالشون راحت شد که اتفاقی در ایران نیفتاده، اونها رو به روی آنتن برمیگردونن. این رو محض اطلاعاتون بارها گفتم، یک بار دیگه میگم، از این طور نیست که یک بار یک تلویزیونی کم بوده بودجه پیدا کنه 10 روز قطع بشه و بلافاصله 1 روز بعد از روز قدس یا آخرین شب که همه چیز دیگه تمام شده برگردن روی آنتن. این مسئله بعد در جریانش باشید. همتنان هم دیروز خدمتون عرض کردم که در زمین رنگ فیورت منه، چون به چشمام میخوره و اصلا از بچگی این رنگ رو دوست میداشتم، هیچ ربطی به هیچ قضیه‌ای نداره و امیدوارم که یه موقع حالا سوء تفاهمی بین مزدوران و جیرخاران ایجاد نکنه. عزیزانم، دیروز در ارتباط با وقت بسیار کوتاهی دارم، حدوداً تا ساعت 1:30 با شما هستم، چون جناب پروفسور مسعود انصاری، این شخصیت نازنین بزرگوار و هموطن بسیار مطلع ما که روشنگری میکنن در ارتباط با مسائل اسلام و در افشاگری در ارتباط با دکانداران دین و 1400 سال تاریخ اسلام در کشور اشغال شده ما، یکی از بهترین و شاید بهترین شخصیت هایی باشند که در این امر دارند خدمت می کنند. ما البته شخصیت های بزرگی نظیر جناب آقای دکتر شجاع‌الدین شفا داشتیم، روانشون شاد، جناب آقای صدرالدین الهی رو داریم و دیگران. دیروز خدمتون عرض کردم که از نقطه نظر مالی تلویزیون آریا مهر در شرایط بسیار دهشتناکی به سر میبره. لذا امروز با اینکه من تا ساعت 1:30 خدمت شما هستم، از ساعت 1:30 تا 3 جناب پروفسور انصاری هستن و از ساعت 3 جناب آقای حضور مبارکتون عرض کنم که روستایی تشریف دارن، که بعدش هم در بین فواصل برنامه آقای روستایی هم من خودم یکی دو تا تحلیل در ارتباط با روز قدس سابق که در ایران چه گذشت و با تمام فیلم های ادیت شده ای که تلویزیون های دولتی و حکومت اسلامی نشون دادند،
شاید بیشتر از 30-40 هزار نفر رو نتونستن با تمام تبلیغات و خرشهایی که کرده بودن به خیابون ها بیارن. جزئیاتش رو براتون کاملا خواهم گفت در ارتباط با پخش بیش از 1000 گیگاهرتز امواج برای قطع برنامه های ماهواره‌ای رو آغاز کردن و به عواقب این پارازیت هایی که بسیار خطرناک و سرطان‌زا هست در بعد از برنامه جناب انصاری با شما صحبت خواهم کرد. اما هموطنان بسیار نازنینم، ما تا دوشنبه وقت داریم که یک مبلغ 25 هزار دلار برای ستلایت بفرستیم، در غیر این صورت ما رو قطع خواهد کرد. لذا پیش خودم خیلی فکر کردم که چگونه میتونم از مهر، محبت و عشق شما هموطنان عزیزم در این فرج زمان کوتاه بهره بگیرم و تمام خانواده هایی که، تمام عزیزانی که آریامهر بزرگ ایران پدر رو دوست میدارن، به او احترام میگذارن، به او سپاس میگذارن و برای شخصیت این ابرمرد، این پادشاه بزرگ، این واقعا سردار ملی ایران در گوشه ای از قلبشون جایگاه بزرگی برای ایشون دارن، تصمیم گرفتم که تابلویی رو که جناب داوود روستایی مدت‌های طولانی روش کار کردن و یک اثر بسیار قشنگ و اون لاوی که روی یونیفرم اعلیحضرت هست که واقعا عشق ایشون به مردم ایران بود، اون علامت پیسی که اینجاشون هست در واقع همون صلح و آرامش جهانی بود، منطقه بود که ایشون ایجاد کرده بود و متفاوت و اسبی که به جناب روستایی بعدها گفت چگونه این اسب رو چون ایشون روش سوار می شد و پادشاه سواری می داد تکه تکش کردن که بلایی سرش رو بردن. هموطنانم، من در تا ساعت 5-6 بعد از ظهر اینجا هستم. من بهترین راهی که دیدم ما بتونیم یک مقداری از این پول رو تأمین کنیم، 50 نفر از هموطنان ایرانی من، فقط 50 نفر، هر کدوم نفری 250 دلار، اگر تلفن بزنن اسمشون رو بگذارن و در یک قرعه کشی که اگر امروز به امید اهورامزدا ایرانی 50 نفر پر بشه، ما در جلوی دوربین و یک قرعه کشی میکنیم بین این 50 نفر و این تابلو رو به یک نفر تقدیم میکنیم و باور بفرمایید تابلو نزدیک به 25 30 40 50 هزار دلار ارزش داره. بعدها میتونه یک ارزش چند صد هزار دلاری، 1 میلیون دلاری داشته باشه در فردای آزادی ایران. اما شانس یک نفر که در میان 50 نفر بتونه با 250 دلار این پورتری هند مید نقاشی شده با دستهای استاد داوود روستایی رو به منزلش ببره، یک قاب وزین براش بگیره و در منزلش بگذاره، اونای دیگه هم که اون 49 نفر دیگه هم اگر قرعه به نامشون نیفتاد کاری بزرگتر کردن و اون حفظ تلویزیون آریامهر بوده. من از جناب سیاوش صدا میکنم این تصویر رو نشون بدن. من در تمام مدتی که جناب انصاری برنامه دارند پرنده ها رو پشت سر ایشون ببینید، از آسمان پشتش چه خبره، اسب پادشاه هستش، اون لاوی که روی سینه ایشون هست، عشقش به ایران، فرهنگ ایران، تمدن ایران، آداب و رسوم، سنت ایران، شناسنامه ایران و هویت ملی ایرانه. اون پیسی که روی یونیفرم ایشون میبینید در واقع اون آرامش و ثبات منطقه در زمان حیات ایشون بود. اون آرامش و ثبات در درون کشور بین 35-40 میلیون جمعیتی که در اون زمان 30 خورده میلیون جمعیتی که زندگی میکردن بود و در واقع با همین صلح و آرامشی که ایشون در جهان ایجاد کرده بود، خصوصا در منطقه، ما شاهد تروریست و تروریست پروری و هیچ کشوری در قبل از 32 سال گذشته این طوفان مهیبی که شما امروز در عراق، افغانستان، پاکستان
در نوار غزه، فلسطین، جنگ هایی که در طول این چند سال گذشته بعد از خروج ایشون از ایران و ناسپاسی ملت ایران در گرفت، همه و همه نمایانگر اینه که ما چه گوهر، چه جواهر، چه الماس، چه بریلیانی رو، چه انسان بزرگی رو با ندانمکاری های خودمون و ناسپاسی های خودمون از دست دادیم.